حضار محترم، اولتر از همه بگذارید به نمایندگی از اهل طرب و موسیقی سپاس عظیم خود را در این مجلس بزرگ که در آن نمایندگان عرصه‌های مختلف زندگی معنوی جامعه ما اشتاق دارند تقدیم دارم. در تاریخ افغانستان این زمین اولین بار است که با فرهنگ زندگی هنرمندان در کشور کهنسال ما توجه جدی می شود. فقر و بینوایی که دامنگیر سرایندگان و نوازندگان این خطه هنر پرور است با سادگی این حقیقت انکار ناپذیر را نشان می دهد که رژیم های ارتجای سابق تنها کوچکترین توجه در رشد هنر و زندگی هنرمندان نمی شد، بلکه آنها را عضو نابرابر جامعه پنداشته برای آنها حقوق مدنی خیر که حقوق انسانی و بشری هم قائم نبودن. خاطره اندوناک که موزیشن های خرابات که تا چند روز متواتر حتی کفن نیافتند هنوز در قلب احساس هنرمندان و هنردوستان نواقی زنده است. شکم ایشان کمتر سیر، تنشان کمتر پوشیده بوده است. با آن هم برای سرور و شادی مردم میخود شبها را تا روز عرق ریختن اما خود سرپناهی نداشتن. آنان باور داشتن که خانه ایشان در قلب مردم و ثروتشان هنر است. آنان همیشه در خدمت مردم بودند و آرامی خیش را در سعادت و آرامی جامعه خود جستجو میکنند. خود قهرمانانه جان دادند، ولی مشعل موسیقی را که با سوز دل برافروختند فروزان و نگه داشتند. بگذارید از زبان اهل طرب و موسیقی که سالیان فراوانی در خدمت شما بودند، محافل شما را رنگین ساختند. برای همه کسانی که در این مجلس اشتراک دارند بی آلایش و ساده میگویم، خواست نمایم که در راه برقراری آرامش و صلح برای افغانستان محبوب و دوست داشتنی به امان ما مبارزه کنید. دوستان ناپاک و جنایتکاران را از دامن مقدس ما در وطن کوتاه سازید. خودم هم عسکر هستم. عسکرم من قلزم و طوفانی هم، خصم را گرداب سرگردانی هم، دم بدم آماده قربانی هم، هست هر دشواری آسانی هم، گر ندانی غیرت افغانی هم، چون به میدان آمدی میدانی. عسکرم من، عسکرم من الحذر از کین من، سنگ خارا بستر و بالین من.
حفظ ملک و دولت از دایین من، خون بدهای وطن مهمانیم، گرندانی غیرت افغانیم، چون با میدان آمدیم میدانیم. با نمایندگی از اهل طرف موسیقی هر گونه همکاری خیش را در راه به ثمر رسانیدن اهداف عالی و از زنده انقلاب ثور وعده می دهم پیروزی های هرچی بیشتر حزب و دولت را در راه محو و نابود به کامل دشمنان میهن عزیزمون افغانستان آزاد و مستقل از خداوند به توانا و مهربان خواهانم به گفته ابوالمعانی بیدل. دو روز پیشه فرهاد باشیم، از این کوسار معنی ها باشیم. ما میگم بیای پیشه فرهاد باشیم، از این کوسار معنی ها باشیم. با روزوی محو نابودی دشمنان افغانستان،